فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی پرسیدن که لطفاً در مورد سرنوشت بچه‌ای که از راه زنا به دنیا می آید صحبت کنید که آیا باید آنها را کشت یا باید با آنها چه کار کرد؟ یا به کسی دیگه داد؟ در مورد زنا هیچگونه شک و شبهی نداره که زنا جز در واقع بزرگترین گناهان کبیره هست. حتی در بعضی از روایات بعد از شرک این زنا رو رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر جزء هفت موبقات هست و در برخی از موارد بعد از شرک در واقع ذکر شده است. الله متعال می فرماید ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. در آیات قرآن ما متعدد داریم که الله متعال ما رو از نزدیک شدن به زنا منع کرده، نه اینکه انجام دادن زنا. ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نروید. یعنی این که مواردی که شما رو به زنا نزدیک میکنن مقدمات زنا هستند، اهم از چشم چرانی باشد، اهم صحبت کردن با نامحرم باشد یا خلوت با نامحرم باشد، تمام اینها جز مقدمات زنا هست و اسباب زنا هست. حتی این موارد رو الله متعال در واقع حرام قرار داده در احادیث و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و تعبیر الله متعال که ولا تقربوا الزنا هم این هست که حتی این موارد مقدماتی رو که زنا نیستند اما مقدمه زنا هستند، شما به این موارد هم نباید در واقع نزدیک بشوید. حدیثی هست در صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. انسانی که زنا میکند در هنگام زنا مؤمن نیست. و بسیاری از فقها معتقد بر این هستند که ایمان انسان در آن زمان از انسان سلب میشود و در واقع خارج میشود در هنگامی که انسان مشغول عمل زنا هست. تا این اندازه زنا در شریعت اسلامی، در قرآن و در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نکوهش شده. اما ما این نقطه رو باید مد نظر داشته باشیم که در زنا اگر گناهی انجام میگیرد، این گناه این دو نفر هست، گناه دختر و پسر یا زن و مردی هست که در واقع زنا رو انجام دادن. تمام گناه بر اینها هست. فرزندی که از این زنا، ولو این که به صورت نامشروع هست و در واقع عمل حرامی رو دارن انجام میدهند، فرزندی که نتیجه این زنا و عمل نامشروع هست، اون فرزند یک حکم دیگری رو دارد. اونو در واقع نمیشود که کافر خواند، نمیشود که اون رو نجس خواند، نمیشود که اون رو واجب القتل در واقع خواند. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کشتن مولود و نوزادی که از راه زنا به دنیا آمده جایز نیست، بلکه این حرام هست و این یک قتل عمدی محسوب می شود. فرق نمی کند اون کسی که کشته می شود حلال زاده باشد یا زنا زاده باشد، در هر دو صورت این گناهش در واقع یک مورد هست. و جالب هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه این مطلب رو برای ما نقل میکند و روایت در صحیح مسلم هست که یک زنی اومد از قبیله جهینه بود و این زن اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله زنا کرده و باردار از زنا هست. گفت که حد رو بر من جاری بکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه مطمئن شد که واقعا راست گفته و اقرار کرده و این حد شرعی زنا باید بر این فرد و بر این زن باید اجرا بشود، جالب هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیش را صدا زد، پدرش را یا کسی که ولیش بود این صدا زد و اونو خواست و سفارش کرد احسن الیها. خیلی این نقطه واقعا قابل تأمل هست. دختری زنی رفته زنا کرده، باردار هست و حامله هست از زنا، اومده در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم و خواستار این شده که رجم بشود. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیش را صدا میزند، میخواهد و بهش میگوید که احسن الیها، بهش احسان بکن، نیکی بکن، نه اینکه بهش بدی بکنی، نه اینکه مورد ضرب و شتمش قرار بدی، اجازه چنین کاری را نداری. احسن الیها، بهش احسان بکن، خوبی بکن. فاذا وضعت فاتنی بها، وقتی که وضع حمل کرد اونو نزد من بیاور. یعنی اگر یعنی فرزند را یا جنین را که از راه زنا به در واقع منعقد شده، اگر کشتارش لازم بود و بعد اونو میکشت، اولاتر و بهترین بود زمانی اینو میکشتن در شکم مادر بود، مادرش را با این جنین سنگسار میکردن تا این هر دو تا در واقع بمیرند. اما در موارد اتفاق افتاده، من جمله این مورد که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند که به این زن احسان و نیکی بکنی،
بکنید، خوش رفتاری بکنید، وقتی که وضع حمل کرد اون بچهش رو نگهداری بکنید. حتی در برخی از روایاتشون فرزندشون رو مهلت داد، گفت برو با فرزند دوران شیرخوارگیش تمام بشه، زمانی که تونست خودش تغذیه بکنه بعد از این بیا. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم رجم رو که یک حکم شرعی بوده که در قرآن کریم وجود داشته و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، این حکم رو در واقع اجرا کردند. پس بنابراین به هیچ عنوانی و تحت هیچ شرایطی هیچ فردی اجازه ندارد که ولد الزنا رو در واقع بکشد، از بین ببرد، به بهانه این که من میخوام که اثر اون گناه و معصیت و اون جرمی رو که انجام داده در واقع پاک بکنه.